سلام به آقای بهبانی عزیزم و یکایک شنوندگان وفادار این برنامه هفتگی. عنوان برنامه‌ای که امروز انتخاب کردم و تصور می‌کنم و تصور می‌کنم حتی واقعا بیشتر به حقیقت برای همه تعجب آور باشه اینه که و ولی قبلا خلاصه از تمام شنوندگان صبر و شکیبایی باید به خرج بدم. اینها حاوی نکاتی است باریک‌تر از مو که تاکنون پرده‌ای از ابهام بر روی آن کشیده شده بود. عنوان روایت امروز من اینه: حسن تیره، رضا خط تیره، حسین سه تفنگدار تاریخ معاصر ایران. از آنجا که بر روال همیشگی من قبل از طرح موضوع اساسی مثل پامنبری های قدیم مقدمه ای را به ارزش شنوندگان میرسانم، امروز هم مقدمه کوتاه به ارزش شما میرسانم و بعدش من میرم سر موضوع اساسی. حالا از تمام شنوندگان عزیزم تقاضا دارم با راهنمایی هایی که خواهم کرد شما حدس بزنید حسن کی بود، حسین کی بود، رضا کی بود. به آقای بهبانی زنگ بزنید، هر کس پاسخ سعیدان جایزه ای از طرف من دریافت خواهد کرد. حالا راهنمایی هایی که به شما می کنم که این سه تفنگدار رو ببینم می شناسید. یک، هر سه این آقایان پدرشان روحانی بود. دو تا از این سه نفر سید بودند. هر سه این آقایان روزنامه نگار بودند و حتی صاحب امتیاز بودند. روزنامه به نام خودشون بود. دو تا از این آقایون بدون اینکه حتی یک روز خدمت دولتی کرده باشند شدن وزیر، شدن سفیر، شدن نماینده مجلس. هر سه در سایه مقتدرترین دولت مردان زمان قرار گرفتند، تا جایی که اغلب سخنرانی های آن بزرگ مردان تاریخ ایران را اینها می نوشتند. هر سه درخشیدند که تاریخ ساز شدند. هر سه بدون اینکه پله پله از نردبان ترقی بالا برند سه پله یکی کردند، از فرش به عرش رسیدند. هر سه در میانسالی فوت کردند. شنوندگان عزیزم، هر سه بدگمانی تاریخ معاصر ایران بودند که امروز برایتان چهره بی نقاب آن سه نفر را که هر سه نفر آنان همسن و سال من و از دوستان جوانی من بودند و من در روزنامه هایشان قلم می زدم را ترسیم خواهم کرد. حالا ببینید چقدر من واقعا اطلاع دادم. من اطمینان دارم خیلی از شنوندگان شما مثلا بانوان و آقایون حدس می زنن که این کسانی که من میخوام در خصوصشون صحبت کنم چهره اونها را ترسیم کنم چون دوست همیشگی و قدیمی ها بودم این اسامی رو بگم، ولی کسانی جایزه را خواهند گرفت که هر سه نفر را معرفی کنند، نه یکی نه دوتای اونها را. آی بهبانی از کسی که زنگ زد استدعا میکنم اسم اونو یا تلفنش رو یاد داشت ببینه که واقعا من بتونم ببینم اگر صحیح گفته باشه من اون جایزه رو آدرس میگیرم براش میفرستم. ولی مقدمه ای که باید بگم خیلی کوتاهه و اون این که من مقاله بسیار مفصل واقعا چندین صفحه اکونومیست رو چند روز قبل خوندم. عنوانش هم خیلی راحته: The revolution is over. این نوشته در ایران انقلاب اسلامی فراموش شدند، خاموش شدند. با مهاجرت مردم از دهات به شهرها
آنها را همه ثروتمند کرده و به طرف سلیقه و تکنولوژی غربی روی آوردند. الان بیش از 50% ایرانیان به دانشگاه می روند. آخوندها آرزوی جامعه اسلامی را با خود به گور بردند. مساجد کاملا خالی است. مردم با شکایتی که از اذانگویان کرده اند و اذانگویان مساجد خواب و از اونا می گرفتن، صدای آنها را خفه کردند و دیگر اذانی از مساجدی شنیده نمی شود. قم به عنوان پایتخت مذهبی تبدیل به شاپینگ مال شده، یعنی بازار کالاهای مدرن، که اکثر این چیزها با قیمتهای خیلی پایین هست، همشون چینیه. در هر حال خدمتتون عرض کنم که ایران برخلاف سوریه و عراق، در ایران اسلام شکست خورده است و در حال عقب نشینی است. حکومت در ایران اصلا جنبه دموکراسی ندارد و فقط قدرت در دست باندها و دستجات اطلاعاتی است. اگر کسانی میخواهند به مجله اکونومیست چاپ لندن تحت عنوان که The Revolution is Oil این توجه کنند، خیلی خیلی مفصله، که من فقط برای خاطر اینکه وقت عزیز شما رو نگیرم فقط این چند سه سطر رو ترجمه کردم. حالا براتون تازه ترین خبرم در خصوص نتایج انتخابات اخیر مجلس سنای آمریکا خواهم داد. اولش به شما مژده بدم که یه خانم ایرانی به مجلس سنای آمریکا راه یافت. این بانوی ایرانی تبار ایرانی در انتخابات اخیر به مجلس سنای ایالت اوکلاهوما برگزیده شد. این موفقیت در ادامه موفقیت‌های جامعه ایرانی در آمریکا بسیار افتخارآمیز است. خانم اسدی در انتخابات فشرده ایالت محافظه‌کار آمریکا از حزب جمهوری خواهان به مجلس سنا راه یافته است. به مقامی دست یافته است که تاکنون نصیب هیچ خانم ایرانی نشده بود. خدمتتان عرض کنم در حال حاضر 2100 متخصص و تحصیل کرده ایرانی عضو حزب جمهوری خواه آمریکا هستم و از پیروزی جمهوری خواهان خوشحالم. چند تا از اینها با من تلفنی صحبت کردم. در حال حاضر بدانید، آگاه باشید، یه جوان ایرانی بالاترین مقام اداری آمریکا رو الان در دست داره. در هر حال خدمتتون عرض کنم تا چند سال دیگر جوانهای ایرانی وارد کنگره و سنا و عهده‌دار کارهای کلیدی آمریکا خواهند شد. سرجیو مارکس وزیر امور مهاجرت کانادا در مجلس ضیافتی، ببینید چی گفتش، گفت کانادا به لحاظ نیروی انسانی کارآمد، تحصیل کرده و متخصص ایرانی که به این کشور آمده و از جان و دل در فعالیت‌های سازندگی با سایر مردم همکاری و هم آهنگی می نمایند، بسی خرسندیم. وزیر مهاجرت ضمن اظهار امیدواری کرد که اعضای جامعه جوان و تازه نفس ایرانی در کانادا بیش از پیش بر مساوی خود در جهت تأمین یک کانادای آباد و مرفه و امن خدمت کردند. حالا براتون از ایرانیان مهم آمریکا میگم که شما اونجا تشریف دارید، حتما میدونید، ولی خب من چون با رئیس حساب ایرانیان جمهوری آمریکا ملاقات و صحبت کردم، من فکر میکنم یه اطلاعات هم گذشته شو و هم جدید به شما عرض کنم.
آمریکا از این نعمت خدادادی بگم چی چی بگم سهم بیشتری برده. در حال حاضر همونطور که عرض کردم 2100 متخصص پزشک استاد دانشگاه ایرانی عضو شورای ایرانی حزب جمهوری خواه آمریکا هستند. جمعیت کثیری از ایرانیان که در آمریکا زندگی میکنند خدماتی انجام میدهند و به جرأت میتوان گفت که این گروه یکی از افتخار آمیزترین اقلیت‌هایی هستند که تا کنون به آمریکا مهاجرت کردند. چرا دیگان عزیزم این ادعایی که من دارم میگم اینا یه آدمای عادی نیستن، اینا سرمایه دارن، بانک دارن، مهندسن، پزشکن، وکلای دادگستری هستن، صاحب حرفه های بسیار بسیار با ارزشمند هستن. در هر حال اینها باور کنید باعث افتخار ایرانی هستند و واقعا جای اینا در خود مملکت خالی است. این سرمایه داران اینها این قدرت عظیمی رو تشکیل میدن که میتواند به نفع جامعه ایرانی مقیم آمریکا فعالیت‌های دامنداری را آغاز کند. شورای ایرانی حزب جمهوری خواه آمریکا فعالیت خود را در سال 1991 به طور رسمی آغاز کرد. گرد همایی های رسمی شورای ایرانی حزب جمهوری خواه در بهار سال 1993 20 سال قبل در لس آنجلس تشکیل شد. در آن جلسه آقای لاری به سمت ریاست شورا انتخاب شد. از آنجا که اعضای هیئت مدیره شورای ایرانی حزب جمهوری خواه افراد سرشناسی هستند که در ایران هم سابقه فعالیت سیاسی داشتند، اسامی هیئت رئیسه نهاد نیویورک را به اطلاع شما شنوندگان عزیزم میرسانم. رئیس هیئت مدیره دکتر مسعود خاتمی، رئیس افتخاری اکبر لاری، نایب رئیس موریس مسعودیان و جهانگیر ناظمیان، منشی و مشاور قانونی شیرین احکامی، خزانه‌دار فیلیپ الغانیان فرزند الغانیان معروف که همه میان سالها هم بزرگ سالان که به جای خودش همه فامیل و خانواده الغانیان را می شناسند. اعضای هیئت مدیره ادوارد آبکاریان، مریم انصاری همسر سابق هوشنگ انصاری، نجلا اسلامی، دکتر نصرالله خسروشاهی، ایشون هم فرزند کاظم خسروشاهیه، بهداد علیزاده، مهدی فنیزاده، مشاورین اینجا، اسکندر ارجمند که همه ایرانی ها میشناسن اونو، اون صاحب کارخانه ارج در ایران بود، ابوالفضل علمی، حمید لاجوردی، ببینید خودمون اینا بهترین فامیل ایران بودن، الان اینجا داخل این حزب جمهوری خواه شدن. حالا من براتون شرح میدم که من چه گفتگوی کوتاهی با رئیس شورای ایرانی حزب جمهوری خواه داشتم. برای اینکه اطلاعات بیشتری در این خصوص به دست آورم با قرار قبلی به دیدن دکتر مسعود خاتمی رفتم. در اتاق انتظار مطب ایشان که در خیابان پارک آونو نیویورک قرار داره عده زیادی بیمار نشسته بودند. روی این عصر زیاد وقت گرانبهای ایشان را نگرفتم، فقط خواستم صحبت کنم که من خلاصه اون صحبت ایشون رو که سوالایی که من کرده بودم به حضرتون میرسونم. ایشون گفت یکی از مزایای آمریکا امکان آزادی اقلیت هاست که می توانند در صحنه سیاست این کشور فعالیت های قابل ملاحظه‌ای به نفع هموطنانشان
یا همکیشانشان انجام داد. چنانچه ما فقط در بین خود و اقلیت خود باشیم و در مسیر جریان سیاسی این مملکت وارد شویم. هیچگاه ما اگر وارد نشویم نخواهیم توانست از امکانات بیشتری بهره‌مند شویم. هدف اصلی شورای ایرانی حزب جمهوری خواه متشکل کردن ایرانیان مقیم آمریکا در یک گروه واحد است تا آنها بتوانند به طور دست جمعی از مواضع ایرانیان مقیم آمریکا در چارچوب سیاسی کشور دفاع و با اعمال نفوذ بتوانند مشکلات را حل کنند. چون هدف اصلی ما ترویج آرمان‌های ایرانی مقیم آمریکاست، حزب جمهوری‌خواه بهترین محور و گردونه برای پیشرفت اهداف مزبور می باشد. این شورا به گروه‌های سیاسی ایرانی وابستگی نداشته، کاملا بی‌طرف است. اعضای ما می توانند هر نوع عقاید سیاسی در مورد ایران داشته باشند، مسلماً عقیده و رویه خود را در مورد مسائل سیاسی ایران اتخاذ نمایند. در حال حاضر همونطور که عرض کردم و ایشون تأیید کرد، گفتند که بیش از 2000 خورده ایرانی عضو حزب جمهوری خواه هستند. شورای نیویورک که در انتخابات گذشته آقای دکتر سهراب سبحانی استاد دانشگاه جورتان را کاندیدای مجلس سنای آمریکا کرده بود، حتی بیش از 25,000 دلار برای مبارزات انتخابی شد ما جمع‌آوری کردیم. چون آقای دکتر خاتمی بیشتر فرصت نداشت و سر و صدای بیماران در آمده بود، من با ایشان خداحافظی کردم. در حال حاضر شنوندگان عزیزم، رئیس دانشگاه بران در کالیفرنیا یک ایرانیه، در حالی که در کمتر جای دنیا سابقه داره که یک خارجی رئیس دانشگاه باشد. منصور رحمانی در بوستون رئیس شرکت نفت اکسیدانتال می باشد. فرهاد کاظمی رئیس دپارتمان دانشگاه نیویورک. بیژن رفیقیان مدیر کل اداره سرمایه گذاری و تجارت خارجی در وزارت خارجه و بازرگانی کالیفرنیا است. بهروز نورنیا رئیس پروژه شهرسازی نیویورک است. نام بتمن حقیقت باتمان گریچ، برادر کوچک شوشنگ باتمان گریچ، سفیر در رژیم گذشته، برای همه ایرانیان مقیم نیویورک و واشنگتن آشناست. میدونید برای چی؟ چون این جوان ایرانی اتوبان نیویورک به واشنگتن را خواهد ساخت. من این چند اس در چند روز اقامت کوتاه هم در نیویورک به چشمم خورد. حالا یادی میخوام از گذشته بکنم. در زمان رضا شاه هر سال 100 محصل به خارج اعزام میشد. او پایه‌گذار دانشگاه تهران بود که بزرگترین دانشگاه خاورمیانه میباشد. محمد رضا شاه فقید هم دانشگاه‌های متعدد تأسیس کرد. هزاران جوان که امروز در بزرگترین مراکز معتبر علمی در سراسر جهان، از کنار اقیانوس اطلس تا کرانه اقیانوس کبیر، در کشورهای مختلف در بزرگترین مؤسسات معتبر علمی جهان باعث افتخار فرهنگ ایران هستند. اینها تربیت یافته این دانشگاه ها هستند. اینها اگرچه از وطن خود ناگزیر به مهاجرت شدند، ولی پرچمدار مشعل فروزان تاریخ و فرهنگ ایران هستند که مذهبی شدن حکومت ایران نیز نتوانست این مشعلهای فروزان را
در دوران سیاه تاریخ ایران خاموش سازد، تا آنجا که در بزرگترین مرکز علمی و فنی جهان یعنی سازمان ناسا 11 نفر ایرانی صاحب نام هدایت کننده تکنولوژی فضایی به شمار می روند، از جمله دکتر فیروز نادری مسئول پروژه کره مریخ است که 60 نفر از دانشمندان و مهندسین عالی مقام زیر دست او این پروژه را دارد بررسی می کند. افسوس و افسوس صد افسوس، درست 42 سال قبل در سال 1972 که من سرکنسول در سفارت ایران در پاریس بودم و به همت سناتور فروخی فرزند زنده یاد زکائل ملک فروخی و با حمایت دولت ما کوشش کردیم آثار باستانی و عتیقه ایرانی را که در دوران قاجاریه روانه بازارهای اروپا شده است، از جمله آنچه در پاریس در حراجی ها عرضه می شود، ما اینها را برای ضبط و نگاهداری در موزه های ایران کشور خریداری به ایران بفرستیم که این کار 4 سال متوالی ادامه داشت و من با مشارکت اون افرادی که اسمشون بردم اینها اینجا بودن و اینها رو می‌خریدن، به موزه های ایران رونق بخشیدن. شنوندگان عزیزم، واقعا برای من خجالت آوره اگر این نکته رو به عرضتون برسونم. بعد از انقلاب ما که در قایق بالاخره در به دری و اینجا داریم زندگی میکنیم، من شخصا میبینم بیشتر آن چیزی ما فرستاده بودیم باز از حراجی های پاریس سر در آورده. حالا ما اون موقع با چه قیمتی خریده بودیم اینها را؟ از صندوق برنز های لرستان مرد 3000 سال قبل از میلاده ما اینها را تونه 100 دلار خریده بودیم. الان اینجا اصلا اینها را نمیدونن این 3600 سال عمر کرده، دونه 100 یورو دارن میفروشن. قربونتون برم، اگه بخوان الان این رو برونز درست کنن بیشتر 100 دلار تا میشه. اینا 3500 سال سابقه داره، اینجا دونه 50 یورو 100 یورو فروختم. خب اینا تأثیر آور نیست. در هر حال من اطمینان دارم روزی که ایران آزاد بشه ما همه اینها رو که آوردن اینجا با قیمت بالاتر خواهیم خرید. اینها به موزه های ایران، به لانه های قدیمی خودشون بر میگردن. ولی شرندگان عزیزم، افسوس و صد افسوس، مغزهای فراری را دیگر به هیچ قیمتی نمیتوان خرید و به ایران بازگرداند. پس از این مقدمه که من هر چی میخوامم کوتاه بشه نشد، باز نشد دیگه. حالا من بحث امشب و که حسن کی بود، حسین کی بود، رضا کی بود، این سه تفنگدار را روایت میخوام بکنم. البته یه قطره آب بخورم و بعد بعد شروع خواهم کرد. ولی میخوام از آقای بهبانی بپرسم آیا در این مدت کسی به شما تلفن کرده است؟ نه متاسفانه هنوز کسی زنگ نزده. خیلی خوب، امیدوارم دیگه فایده نداره اگر کسی زنگ بزنه. خود آقای بهبانی، شما، من فکر میکنم که تنها کسی باشید که شما میتونید بگید حسن کی بود، حسین کی بود، رضا کی بود. من میدونم، خواهش میکنم اگه به نظرتون رسه خودتون بفرمایید. سخته، ولی فهم میکنم که احتمالا حسین فاطمی و حسن تقی‌زاده و رضا شفق باشه مقصود شما. آقای بهبانی عزیزم، این مشخصاتی که من به عنوان راهنمایی گفتم در مورد رضا شفق جور در نمیاد که. ببین این چیزهای من 12 تا راهنمایی کردم، اضافه این که اینا بچه آخون بودن، اینا دوتشون سید بود، اصلا نقل بود شما. ولی من جایزه را به کسی میدم، میدادم، دموم شد، من الان شروع میکنم بگفتم، میدادم که هر سه را بگوید. من باور کنید تصور میکنم شما
خواهید گفت رضا کیه. حالا که نگفتید من خودم الان اجازه دیگه قذر آب بخورم بعد شروع میکنم به روایت این سه نفر که ببینید اینا چی کردند. این افراد باور کنید تاریخ ساز شدند. حالا دیگه بذارید اجازه دیگه قذر آب بخورم بعد عرض میکنم. شنوندگان نازنین و عزیزم، آقای بهبانی عزیزم، رضا منظور من رضا آشتیانی زاده بود. حالا گوش کنید، آشنایی من با آشتیانی زاده تا اواسط دهه 1330 السلام علیک تجاوز نمی کرد. این آشنایی سپس در منزل یا بهتر بگویم محفل صرافزاده یکی از نمایندگان مجلس شورای ملی بود. ایشون اهل یزد بود، خانه بزرگی داشت که واقعا تقریبا دوستان حتی بعد از جلسات مجلس اون دوستانی که ایشون انتخاب کرده بود می رفتن برای نهار خوردن یا شام خوردن در منزل ایشون. به این ترتیب دوستی و مراوده من با آقای رضا آشتیان زده در منزل و در محفل صراف زاده بود. برای که من اون موقع خبرنگار روزنامه نبودم، خبرنگار رادیو تهران بودم و بعد خود اینا دلشون میخواست که مثلا من در محفل اینا باشم. البته میدونستن که من یک کلمه از اونجا که میشنوم نمیتونم تو رادیو بگم، بلکه ارتباطی با رادیو ندارم، ولی خودم با اینا با این افراد دلم میخواست نزدیک بشم، چیز یاد بگیرم. شادروان رضا صرافزاده نماینده یزد در چندین دوره مجلس شورای ملی، بزرگسالان حتما ایشونو میشناسن، در این حال به تجارت و صناعت و این هم اشتغال داشت. وضع مالی بسیار بسیار خوبی بود، مخصوصا روزهای جمعه. منزل او در خیابان ثریا محفلی بود که دوستان نزدیکش در آنجا به نهار مهمان می شدند. بعد از صرف نهار در اتاق بزرگ پذیرایی به گفتگو می نشستند. از اقوام نزدیک، همشهریان میزبان گرفته تا اهل تجارت، بیشتر اهل سیاست، در آن محفل هفتگی همدیگر را باز می‌یافتند و از هر دری سخنی می‌رفت. محمد رضا آشتیانی زاده یکی از چهره‌های شاخص این مجلس بود. سخنانش که اغلب با خاطرات شنیدنی همراه بود بر دلها می نشست. یعنی اول کسی که واقعا صحبت می کرد ایشون بود، آقای رضای آشتیان شد. اعضای دائمی مجلس تا جایی که من به خاطرم دارم عبارت بودند از استاد محیط طباطبایی، استاد پرتو علوی، جهانگیر تفضلی و برادرش ابوالقاسم تفضلی، سید محمد رضا جلالی ناینی که ایشون رئیس تقریبا رئیس کانون وکلا بود، ضمناً هم آخر سرام دیگه شده بود سناتور انتخابی، و خلاصه و برادر ایشون هم بود آقای سعید قاضی دادگستری، سید احمد طباطبایی قومی، دکتر علی سیاسی، منوچهر قیایی، غلام علی پرویزی، عبدالله طباطبایی و گهگاه سید ضیاءالدین طباطبایی، اسدالله رشیدیان
سلیمان بهبودی، ببینید سلیمان بهبودی اون موقع در تشریفات در دربار شغل مدیر کلی داشت، یعنی در کسانی اونجا میمدن که واقعا از طبقات مختلف بودن از نظر سیاسی و من واقعا لذت میبردم. من اونجا اینقدر چیزا یاد گرفتم از این بزرگ مردان. آشتیان زاده را ابتدا من از طریق نوت‌هایش در مجلس شناختم، سپس چندین بار او را پشت تریبون مجلس، یکی دو بار در کافه آیبتا دیده بودم. بازم بزرگ سالا حتما آقای من اگه بگم خدا آقای بهبالی که ایشون میگن من هنو به بزرگ سالی نرسیدم که من هم قبول میکنم ماشاءالله یه دونه چین و چروک صورت ندارم. حالا به گوش کنیم در کافه چی میسید بفرمین چی میخواستیم بگیم میگم آیبتا یه قهوه فروشی بود اگر اشتباه نکنم، آری کلا آری کلا بین حافظت اینه که در این مربوط 50 سال قبل قرمون، شما مگه چند ساله رو دید؟ حالا به من راجب آیبتا میگم قرمون، من یه خانمی بود به نام خانم آیبتا، برای که من خودم من جز مشتری های اونجا بودم، حالا الان خدمت مرزنم. ولی آشتیانی زاده یک کسی بود که اصلا اونجا من نمیدونم هم چند تا قهوه میخورد، به خاطر اینکه ایرانی ها بیشتر چای خورن در قهوه خونه میرن چای میخورن. کسانی میومدن اونجا که در فرنگ بودن، یعنی در این فرانسه یه فرانسوی ممکنه شام نخوره نار نخوره ولی بعد پپش تا قهوه رو باید بخوره، یعنی اینا اینقدر قهوه وقت کسانی که تحصیل کردن در فرانسه، کسانی که در اینجا مأموریت داشتن، اینا برمیگردن ایران قهوه خور میشن. حالا بگذارید در ایشونو از مشتریای دائم کافه آیبتا بود، ایشونم اونجا هم اونجا ایشونم چند دفعه دیده بودم. این کافه در انتهای ضلع شرقی خیابون استانبول پاتوق گروهی از اهل سیاست بود و من جوان به اونجا میرفتم، واقعا من تنها کسی بودم که اصلا با اینا نمیخوندم، مثلا چند تا از عمرای ارتش می بودن که درجه اینا یا سپه بود دود یا سرلشگر، یه دو تشون هم سرتیب بودن، اینا لباس شخصی درشون بود، می مدن اونجا برای که یه محیطی شده بود نخبه ها، نخبه میگن اینا یه اشتباه وجود توی کافه می شیستن قهوه می خودن گپ می زدن. خلاصه بعدش اینجا پاتوق گروهی از اهل سیاست بود و من هم اونجا بودم. در هر حال من برام اوکازیونی بود، موقعیتی بود که بشینم اینا رو ببینم و بشناسم. درباره کافه آیبتا آشتیانی زاده ببین چی گفت به من. دو ماه بعد از آغاز جنگ جهانی دوم، این حقیق خودش داره میگه حقیق، این حقیق به اروپا سفر کردم، چند ماهی در پاریس، چند ماهی در لندن به سر بردم، سپس به ایران بازگشتم. مراجعت من به ایران کم و بیش مصادف با یک ماه و نیم یا دو ماه قبل از حادثه شهریور 20 و سقوط رضا شاه بود. تاریخ رو تماشا کنید. حالا در هر حال باید خدمتتون عرض کنم که راجب آیبتا اینجا بین من چیز تجربه خودم رو بعدم بگم. بوی مطبوع قهوه آیبتا پیرامون قهوه خانه را معطر ساخته، مردم را به سوی خود جلب میکرد و آیبتا واقعا پاتوق معروف فرنگ رفته ها و مراکز سیاست بافی و چشرانی اونها از داخل به خیابون بود. ولی از اونجا که قیمت قهوه های آیبتا نسبت به قهوه خانه های دیگر خیلی گران بود، افراد معمولی او مشتری اونجا نبودن، فقط از رجال فرنگ رفته که مقامات عالی مملکت را داشتند یا حالا هم دارند برای دیدن دوستان اونجا جمع شدند. در این کافه بود، چرا بزنم گوش کنید ببینید اپوزیسیون یعنی چی. حالا ما اینجا الان 12 اپوزیسیون داریم که پیروان مشروطه هستن ولی همه با هم بعدن، همونطور که آقای سعیدی سیرجانی گفت
سه نفرن یه حرف تشکیل میدن، پنج نفر میشن منشعب میشن، بعد هفت هشت نفر میشن اینا اصلا هم دیگرم چشم دیدن ندارن، ولی بعضا توی کافه ها جمع میشن و از سر دلتنگی میگن پس من که میریم مملکت. ببینید چه کیفی میکنه جمهوری اسلامی که ببینه اپوزیسیونش این افراد هستن. تموم شد. حالا ببینید چی شد. سه نفر از عمرهایی که اینجا بودن ببینید چه کردن، یعنی این سه نفر یا نه 300 نفر، نقشه قطع افشاردوست رئیس نظمیه یعنی شهربانی وقت، ایشون چیکاره بوده؟ رئیس نظمیه دکتر مصدق بوده. این سه نفر برای ضربه زدن به مصدق میخواستن تهران رو آشوب کنن که بگن بابا اینجا شهر شده که امنیت نداره، رئیس شهربانیشو برمیدارن میبرن در غار طلوع میکشنش، تو غارم میذارن و میان. فهمیدید عزیز دل من؟ اینا طراحی کردن و اجرا کردن و البته اینا انتظار داشتن که مثلا خب میدونید که بین مصدق و اعلیحضرت همیشه اختلاف بود، اینا هم دیگر نمیدیدن به توسط واسطه که بودم آصف جلال تهرانی بود، ایشون هر شبه اون میزد اون یکم به ایشون میده. حالا ببینید اینا رو این سه نفر ارتشی که درجهشون هم سپه بود نبود، یکیش دوتاشون سرتیب بود یکیشون سرلشکر، اینا در انتظار بودن خب از طرف اعلیحضرت به اینا مثلا بگه باری که اعلی که این کار کردید، ولی اعلیحضرت هم کوچکترین توجهی که به این خیانتی که اینا به همکار خودشون کردن، ایشون هم افشارتوس هم برای خود سرتی و افشارتوس بود دیگه. حالا میخوام بهتون بگم این کافه ببینید که چه کارهایی هم انجام میداد. این ارتشی هم این کار رو کردن خلاصه، وقتی میبرن افشارتوس که هم درجه شونه میگه میگن بریم دربر بریم شمران، بعد بیهوشش میکنن نمیدونم تو قهوه چی میدازن بیهوش کشو، اینو میبرن به غار طلوع در تون گوهای اونجا میکشنش، بعدم چیکار میکنن؟ بعدم شسته و رفته سوار جیبشون میشدن و برگشت. حالا من اینم وسط چیز گفتم، ولی دنباله یه حرفی که در مورد آقای رضاست من اینجا خدمتون عرض میکنم که ایشون آقای آشتیانزل داره میگه در اون ایام بیشتر روزها حتی همه صبحها من به کافه های بتا میرفتم در اونجا قهوه صرف میکردم. میگه ببینید چی میگه، یک روز مرحوم ملک و شعرهای بهار را من خودم همراه خودم به اون کافه بردم. ایشون نمیدونست اصلا این کافه هم هست و این چیزا. او با من در همون کافه قهوه صرف کرد، محیط کافه را پسندید. او نیز بیشتر از روزها در کافه به کافه آیبتا میمد و من و او در مصاحبت یکدیگر قهوه صرف میکردیم. ساعات قبل از ظهر خود را در آنجا هر روز میگذراندیم. ما در همان کافه آیبتا هسته جمعیت رفیقان را تشکیل دادیم و مقدمات انتشار مجدد روزنامه بهار را با ملک و شعرها فراهم کردیم. روزنامه بهار قبلا در اومده بود، بعد دیگه در نمیمد. ایشون هم انرژی میده به ایشون میگه بیا من سردبیرش میشم، همه کارا رو من میکنم، فقط اسم شما اون بالا باشه. در هر حال بعد از حضور مرحوم بهار در آن کافه، پای بیشتر رجال سیاستمداران بعد از شهریور از جمله مهندس فریور که ایشون مهندس فریور همه میشناسن دیگه ایشون دیگه. و ایشون در آخر در منزل دکتر مصدق اونجا کارمند دفترم بودن، جمال امامی، سید محمد تدیان، علی دشتی، دبیر اعظم بهرامی، احمد لنکرانی، نیر الممالک، منصور سلطنه عدل منظوره ها قربون، اینا تدریجا به کافه آیبتا پاشون باز شد. کافه آیبتا به صورت یکی از مراکز سیاسی تهران در اومد. شنوندگان عزیزم، کسانی که اپوزیسیون در خارج درست کردید گوش کنید،
اینه میگن اپوزیسیون. آشیانی زاده همانطور که اشاره میکند از دوستان نزدیک ملک الشعرا بود و من قیافه او را در پشت جنازه بهار اردیبهشت 1330 به خاطر میآورم که منفردم حتی یک قدم جلوتر خانواده متوفا قدم بر می داشت. همین آقای رضا خان رضا رو دارم میگم و اندوه از سر روگش می بارید. من باید به آقای جلیل بهار زنگ بزنم بگم این برنامه رو گوش کنه. آقای جلیل بهار همکار من بود، ایشون در لندن مستشار سفارت بود همون موقعی که من مستشار سفارت در پاریس بودم. باید بهشون بگم که ببینه که پدر بزرگ ایشون در گذشته چه نقشی داشت. حتما میدونم ایشون دیگه، ولی من ناگزیرم که ضمن عرض سلام به ایشون بگم که این رضا قبل از این که خانواده بهار باشن جلوتر داشت میمد، میخواست بگه که این کسی این که متوفا چقدر برای من عزیز. در کار سیاست هم آشیان زاده منفردن عمل میکرد. چه آدم جنجالی بود. حالا براتون تعریف میکنم، جایی که من تو لوژ خبرنگاران نشسته بودم ایشون داشت نطق میکرد. ببینید اصلا چه کاری کرده، اونم تعریف میکنم الان براتون. در حالی که من خدمتتون عرض کنم که تمایلات چپگرانه هم داشت، ولی نمی رفت اون قسمت چپ مجلس بشینه، بلکه مجلس ما عین مجلس فرانسه بود. اونایی که تاندانس یعنی تمایل چپ داشتن طرف چپ مجلس میشستن. حالا که اینطوری نیست دیگه، حالا همه قرقاتیان هم عمامه دارن و اینا رو، حالا اینا این چیزا مال اون زمانه، مال اون خوب روزگاره. مجلس ما معلوم بود کیا طرفدار دولت هن طرف راست میشنن، کیا مخالف دولت هن طرف چپ مجلس میشن. ایشون نمیرفت نه این بر نه اون بر، منفردن بین این دوتا میشست. یعنی واقعا گرداننده از این مجلس آقای آشتیانی زد بود. حالا ببینید این آدم که اینجوری زندگی چه نقش های فعالانه داشتش. در هر حال ولی در چپ روی افراد نمی کرد. در مجلس هم اگرچه سمت چپ مجلس مال چپ ها بود، یعنی در جایگاه اقلیت بود، ایشون نمی رفت اونجا بشینه. همونطور که عرض کردم سعی داشت منفرد باشد، بلکه اینقدر به خودش اعتماد داشت، اینقدر این آدم واقعا قوی بود، میگفت من نه این برای مجلسم نه اون برای مجلس. خلاصه میخواست آزادانه عقاید خود را مستقلن بدون چسبیدن به این ور، بدون چسبیدن به اون ور، یا بودن جزء یک گله، نه این میخواست اینجوری بود. نوت‌هایش در مجلس هموار شنیدنی بود، به ویژه وقتی با طنزی میآمیخت، حکایات روایاتی چاشنی آم میکرد. باور کنید من که برای گزارش به اون موقع به رادیو و روزنامه کیهان در لوژ خبرنگاران بودم از سخنان او لذت میبردم. تمام و کمال بازداشت میکردم. تقریبا نصف اونها رو روزنامه کیهان میتونست چاپ بکنه، ولی روزی از روزها البته رادیو، نه رادیو خیلی چیز من میکردم، این چیزایی که تنده نه من میفرستادم نه رادیو میگفت، خیلی همیشه باید رادیو دست به عصا باشه، ولی روزی از روزها او از پشت تریبون مطالبی را عنوان کرد که تمام نمایندگان فریاد زدند آقا ساکت، چون آشتیانی زاده به دربار حمله کرده بود. رئیس مجلس فوراً آقای سردار فاخر حکمت دستور داد حرفهای او را تون نویسان ننویسید، اگر نوشته اید حذف کنید، که به طبع ما هم نخواستیم چنان جسارتی
جهانی بشود. هیچی ما یعنی نشنیدیم. مثلا آشتیانی زاده در کافه آیبتا اولین هسته اپوزیسیون را تشکیل داد. حتی گفته می شد در ربودن رئیس نظمیه افشاردوست و گفتن او در ببخشید و کشتن او در غار تلو که توسط اون امیر ارتش انجام شد و ایشون بی نظر نبود، باید گفت الله اعلم. برای که میدونید که ایران کشور شایعه سازیه. من به هیچ وجه میتونم هم حتی بگم که ممکنه که ایشون در این جریان روحنان آقای افشاردوست کوچکترین نظری نداشته است، برای اینکه من روحیه اونو خوب میشناختم. رضا در مجلس هواداران زیادی داشت. روزی که سپهبد رزمارا نخست وزیر با وزرای کابینه خود برای گرفتن معرفی کردن وزرایش و گرفتن رأی اعتماد تا از در مجلس وارد شد، ببینید ایشون چیکار کرد. ایشون بلند شد از جای خودش، فریاد زد ایست خبردار. همه نمایندگان مجلس، رئیس مجلس، همه حاجبات شدند. یعنی چی مگه اینجا سرباز خونه هست؟ فریاد زد رئیس مجلس چیه؟ چه خبر داری میدی؟ ایشون میگه چون جناب سرهنگ به مجلس داره میاد. بابا سرزمارا سپهبد بود نه جناب سرهنگ. چون جناب سرهنگ به مجلس داره میاد، تمام طرفداران ایشون از جای خود بلند شدن، با کوبیدن پیش دستی های خودش صندلی های خودشون یک صحنه ای در مجلس به وجود آوردن. مجلس متشنج شد. نخست وزیر و وزیرانش در جای خود میخکوب شدن. سردار فاخر اکبر دستور داد او را از مجلس خارج کردند. ببینید این یه نماینده بود. بعد البته در کارهایی که من نمیخوام و نباید، اونا کارهای شخصیشونه، من اون کارهایی که ارتباط به مملکتم داشت و کارهایی که ایشون کرد، من اینا رو با اون برای که در تمام مدت مجلس من برای رادیو و روزنامه کیهان مطلبی دادم. آقای رفقای دیگه من هم همه روزنامه کیهان و روزنامه دیگه هم بود اونجا بودن. حالا این یکیش بود. حالا من بازم اینقدر زود چه واقعا ناراحت شدم که بازم یه قطره دیگه آب میبخشیدم. حسن ارسنجانی، این دومین از ستفنگدار. حسن ارسنجانی در خرداد 48 بر اثر سکته قلبی درگذشت. او در سال 1301 به دنیا آمد. روزنامه نویس بود، مدیر روزنامه داریا، وکیل دادگستری. ولی شنوندگان هستن گوش کنید، این در اینقدر سنش پایین بود، ولی خب قوام سلطنه ترک پارتی بازی کرد، ایشون رو به عنوان نماینده از یکی از شهرها درش آورد. ولی وقتی در اعتبارنامه‌اش بعد دوره 15 مجلس ایشون داشت اونجا مطرح میشد، متوجه میشید، بلند شدن نمایندگان مجلس گفتن که طبق قصاصنامه وکیل مجلس باید 30 سال داشته باشه، ایشون 25 ساله چی میخواد؟ هیچی. با اعتبارش رد شد. ولی 25 سال داشت، ولی خیلی خیلی چیز بود. حالا ببینید این زندگیشو بعد شما تعریف میکنم، ببینید این چجوری همطور که یه پله دو پله نرفت بالا، یه رفت پرید اون بالا. حسن ارسنجانی فرزند سید محمد حسین ارسنجانی در سال 1301 در تهران در خانواده روحانی به دنیا آمد. درست همین 1301 منم به دنیا آمدم، ولی من در خانواده روحانی به دنیا نیامدم.
پدرش سید محمد حسن ارسنجانی یک روحانی اهل ارسنجان فارس بود که در جوانی به اتفاق خانواده همراه با نیروهای بختیاری جهت اعاده مشروطیت به تهران مهاجرت کرد. حسن دوره ابتدایی را در دبستان پهلوی، دبیرستان را در دبیرستان دارالفنون که اونجا ما با هم کلاسم بودیم، بلکه ما اونجا دو نفری در اونجا دارالفنون بودیم، بعدم هر دومون رفتیم دانشکده حقوق. خلاصه و ایشون بعد رفت سندویی و از اونجا دانشکده حقوق هم که با هم بودیم مشغول تحصیل شدیم. ایشون رفت حقوق قضایی، قسمت قضایی، منم قسمت سیاسی. خلاصه حادثه سوم شهریور 20 روی داد و او نوشتن مقاله در مطبوعات را شروع کرد. ارسنجانی اول مقاله هایش خودش را با نام مستعار شیخ حسن محلاتی معرفی کرد که بعدها به طور جدی مشغول فعالیت روزنامه نگاری و حزبی شد و من خودم هم در روزنامه داریا عنوان خبرنگاری رو داشتم. من بیشتر این ماه خبرنگار بودم دیگه، میرفتم بیرون و مطلب براشون تعیین میکردم. من با ایشون همکاری میکردم پس از تأسیس حزب دموکرات توسط قوام مستلطنه. به عنوان نماینده این حزب از لاهیجان به مجلس پانزدهم راه یافت. اما همونطور که گفتم اعتبارنامه او در مجلس با اکثریت آرا رد شد، چون سنش کمتر از 30 سال بود، اون موقع 25 ساله بود. در زمان نخست وزیر رزمارا او شد از مشاورین رزمارا برای حل مسئله اراضی از طریق فروش اراضی خالصه به کشاورزان طرحی عرضه کرد. ارسنجانی در زمان نخست وزیر محمد مصدق به مخالفان او نزدیک شد. در فاصله کوتاه بین استعفای مصدق در 27 تیر 31 و بازگشت دوبارهش به قدرت در 3 تیر ماه ارسنجانی به معاونت سیاسی و سرپرست انتشارات و تبلیغات نخست وزیری منصوب شد. پس از 28 مرداد او از مدافعان دولت فضل الله زاهدی خواست در موضوع قرارداد کنسسیون بود. در این هنگام او از یاران نزدیک وزیر دارای وقت علی امینی بود. ببینید خودش چجوری کسونده، یه جوان 30 ساله. بعد او به اتهام مشارکت در کودتای ناموفق 1337 که سرلشکر ولی‌الله قرنی مدت کوتاهی زندانی شد، اما در سال 39 با رسیدن علی امینی به مقام نخست وزیری او به وزارت کشاورزی گماشته شد. میبینید اصلا چجوری پرشا رو متوجه بشید. حسن ارسنجانی در غیاب مجلس مهمترین برنامه وزارت کشاورزی را اصلاحات ارضی قرار داد که به مهمترین برنامه دولت امینی بدل گشت. اصلاحات ارضی از انقلاب مشروطیت به بعد مورد توجه احزاب، گروه‌های سیاسی از جمله در جنبش جنگل و بعدها در فرقه دموکرات جعفر پیشه‌وری. محمد مصدق نیز در برنامه دولت بهبود احوال کشاورزان را، تضعیف روابط ارباب رعیتی را مورد توجه قرار داد. ببینید این چیزی که این پیشنهاد کرد، همه از دوست و دشمن تمام اینا تأیید کردند. و چنین زمینه‌ای بود که ارسنجانی با اتکای به مطالعات خود در باب مسئله زمینداری طرح پیشینه اصلاحات ارضی مصوب 1338 را تغییراتی داد. لایحه اصلاحات ارضی بعدها با تصویب مجلس شورا و سنا به قانون بدل گشت و به عنوان مرحله اول اصلاحات ارضی مشهور شد. علی امینی به واقع مصمم به اجرای اصلاحات در ساختارهای سیاسی و اقتصادی جامعه بود.
و توسط دستگاه‌های ریاست جمهوری کندی که خواهان اجرای اصلاحات بودند حمایت می‌شد. از همین رو بعضاً اصلاحات مورد نظر کابینه امینی به آمریکا نسبت داده می‌شد که آمریکایی‌ها دارن اینو جلویشون گذاشتن. با مخالفت مقاومت شاه امینی مجبور به استعفا شد. ارسنجانی ابتدا در کابینه اسدالله علم به عنوان وزیر کشاورزی ابقا شد، اما پس از مدت کوتاهی از کار برکنار شد. حالا خدمتتون عرض میکنم که ارسنجانی چهره ای مرموز در تاریخ ایران است. من ایشون نزدیک بودم، من تو روزنامه داریا خودم مطلب می نوشتم. هم با روسا کار می کرد هم با انگلیسا. در آخر کار با امریکایی ها رابطه برقرار کرد. شکست اصلاحات ارضی که برنامه امریکایی بود در زمان امینی به دست این عنصر مشکوک به طرز بسیار ناپسندی جامعه عمل به خودش پوشید. آمریکایی‌ها امینی را به شاه تحمیل کردند، امینی ارسنجانی را تحمیل کرد. روزهای چهارشنبه هر هفته حسن ارسنجانی، حسین فاطمی، نیکپور ناینی و من در رستوران نیویورک نهار می‌خوردیم. این تنها رستورانی بود در تهران که غذاهای خارجی، غذاهای فرنگی مخصوصاً اروپایی رو سرو می‌کرد. و من اونجا برای روزنامه خبر که مال نیکپور ناینی بود مطلب می نوشتم، هم موقع نهار، و روزنامه داریای حسن هم براش خبر می نوشتم، همچنین برای باختر امروز خبر می نوشتم. برای که خبرنگار هر سه اینا بودم دیگه، من هم جز نوشتن کار دیگه بلد نبودم که. بعد اینا بحث می کردن، صحبت می کردم. حسن ارسنجانی آدمی حسود و خودخواه، حسن آدمی بسیار باهوش و وقت شناس بود. پروانه وکالت گرفت، به وسیله او خود را به دامان قوام السلطنه افکند. از این پس نردبان ترقی را با سرعت بیشتری پیمود. مسئول روزنامه دموکرات ایران و مشاور و مشیر قوام السلطنه شد. سخنرانی ها، اعلامیه های قوام را می نوشت. من حتی بارها دیدم جلوی من می نویسه. وقتی قوام السلطنه حزب دموکرات ایران را تشکیل داد، ارسنجانی را نیز به عنوان عضو مؤسس حزب دموکرات جا زد. قوام السلطنه در مورد ارسنجانی می گفت حسن آدمی با شامت، نویسنده خوبی است. حالا ببین ارسنجانی درباره قوام چی می گه. او میگه قوام آدم گردن کلفتی است. ببینید برداشتای این دوتا رو تماشا کنید. در هر حال اینجا خدمتتون عرض کنم که در 22 تیر 1331 دکتر مصدق از شاه تقاضای تصدی وزارت جنگ را کرد. شاه نپذیرفت، مصدق استعفا داد و قوام السلطنه به تشکیل دولت دعوت شد. دوباره سر و کله حسن ارسنجانی پیدا شد، این بار به عنوان معاون نخست وزیر. ببینید چجوری پرشار رو تماشا کنید، ببینید چجوری. در هر حال بعد اومد این به این اینجا خدمتون عرض کردم اینجا بعد در تیر 1131 دکتر مصدق از شاه تقاضای تصدی وزارت جنگ را کرد. شاه نپذیرفت، مصدق استعفا داد، قوام سلطنه به تشکیل دولت دعوت شد. دوباره همونطور که عرض کردم سر و کله حسن ارسنجانی پیدا شد، این بار به عنوان معاون نخست وزیر. در هر حال اینجا من دیگه پرحرفی نمی کنم. دکتر امینی در اردیبهشت 40 برای اجرای برنامه اصلاحات ارضی به نخست وزیری رسید. حسن ارسنجانی بنا به توصیه امیر اسدالله اسدالله علم به عنوان وزیر کشاورزی برگزیده شد. ارسنجانی ببینید چه شاهکاری کرده. ارسنجانی اعلی حضرت را به میدان کشید،
پیشنهاد کرد اسناد مالکیت کشاورزانی را که از اصلاحات ارضی برخوردار می شدن باید توسط شاه به آنها داده شود، نه من. در نتیجه دکتر امینی و ارسنجانی موفق شدند شاه را نیز در ماجرا شرکت دهند. اسدالله علم شاه را تشویق کرد که از افتخارات زمان پادشاهی اعلیحضرت یکی هم اصلاحات ارضی است که در عصر سلطنت شاهنشاه جامعه عمل به خود پوشیده است. ببینید این آدم ها چه می کردن، هم با توجه میشید مخصوصا این آقای علم چه نقشی داشته. خلاصه و ارسنجانی وقتی این کار را تمام کرد، هم باید اولا عرض کنم خدمتون، وقتی کار ارسنجانی تمام شد مثل یه هنرپیشه که کارش کرده متوجه میشید کنار میره، یه فرح همه تحجیب میکنه چی تو این رفت تو سایه ها. بعدم چند وقت دیگه ابلاغ سفارت ایران در ایتالیا براش صادر میشه، متوجه میشید خرداد 1348 ارسنجانی بر اثر سکته قلبی در سن 42 سالگی فوت کرد. حالا شنوندگان نیستم، من الان توجه شما رو به یک سندی بسیار بسیار کوتاه جلب میکنم. که من خودم حضور داشتم. ببینید شاهکاری از پیش نماز مسجد مراقه، همون جایی که اعلیحضرت داشتن این اسناد مالکیت رو به کشاورزا توضیح میکردن. این دادم اصلاحات ارضی در سال 1342 از شهر مراقه آغاز شد. شاه اسناد مالکیت رعایا را طی مراسم خاصی به آنان اهدا نمود. در این مراسم استاندار، فرماندار، فرمانده نظامی و روحانیون طراز اول مثل امام جمعه مراقه حضور داشتند. پس از اینکه فرماندار مراقه خیر مقدم گفت، دکتر حسن ارسنجانی وزیر کشاورزی گزارش مفصلی را به عرض شاه رساند تا اینکه نوبت عرض خیر مقدم به امام جمعه شهر رسید. تا اینجا قشنگ کارها پیشرفت میکرد و واقعا اعلیحضرت چهرهشون معلوم بود چقدر خوشحالن از اینکه این کشاورزا این اسناد مالکیت به دستشون رسید. ولی چرا بندگان نرسم، از بد روزگار اینها دیدن ای بابا به اینها زمین دادین مال خودتون بشی شما صاحب ملکین، ولی اینا پول ندارن، برای اینکه پول کشت و پول کارهای مقدماتی خریدن نمیدونم گود شیمیایی چیزه میداد، صاحبکاره میداد که در تهرانه در ویلای خودش نشسته، این ملکار هم داره اصلا نمیدونه چند صد جریبه، ولی اومدن گفتن ای بابا پس ما باید یه بانگی به نام بانگ عمران درست کنیم که در خیابان کاخ این بانگ درست شد. پول زیادی هم گذاشتن که به اینا بدن که اینا الان فقط قباله به چه دردشون میخوره، زمین هم که روش کار میگردن، ولی حال مال خودشون شده پول لازم دارن. یک پول زیادی به اینا توضیح کردش این بانگ عمران که روز افتتاحشم باز من اونجا حضور داشتم. شما ببینید بعد چی شد، این کشاورزا بعد دیدن که سنن مالکیت دارن، پولم دارن، همشون رای تهران شدن. اینا بعد دیدن عجب جای خوبیه، آرام که پولو داریم و اونم اون زمینمونم با میفروشیم. اونا باور کنید اینا بستن که کشاورزا هول شده بودن، زمینا همه رو فروختن. بعد من تو شهر شدن کارگر کارخانه جات. بعد یواش یواش دیدن که خیلی خوب، رفتن رانندگی یاد گرفتن، یه پژو 503 هم خریدن، هیچی. نتیجتا جوری شد که ما مجبور شدیم زیرزمینی و هویج و اینا رو از ترکیه بخریم. دیگه کشاورزی دیگه وجود نداشت. میخوام بگم
یک دفعه حسن ارسنجانی متوجه شد ای بابا این طرح نگرفت. حالا چجوری شد بیشان دیخ کرد مرد من فرشتان از ایتالیا اوناشت که مقدم. حالا ببینید امام جمعه چیکار کرد، یعنی باور میکنی رنگ شاپرید، یعنی این حرفی زد اصلا تمام ماها اونجا هیپنوتیزم شدیم. حالا گوش کن چی رفت چی شنوندگان رو گوش کن چی گفت. این روحانی عالی قدر در چاپلوسی و تملق که مختص روحانیون مدیحه سراست سنگ تمام گذاشت. سخنرانی خود را با این جمله شروع کرد، با دستش اعلیحضرت نشون داد، گفت اعلیحضرت ها مردم این منطقه خصوصا اهالی مراغه اعلیحضرت را دوست ندارند. گوش میکنی شنوندگان عزیزم، من با این گوشهای خودم شنیدم، همه گرفته مثل برق بگیره همه رو. در حالی که کمی مکش کرد، حالا روی چارپایم بایستده در حرف میزنه ها، و حاضران از این جسارت هاج و واج شده بودن، رنگ از چهره استاندار حسن ارسنجانی میلرزید، همینطور رنگ از چهره اون پریده بود. حالا ببین امام جمعه چیکار کرد. امام جمعه وقتی دید همه مثل موم شدن، همه ایستادن و یکی نفس هم نمیتونن بکشن، امام جمعه با صدای بلند گفت آری اهالی مراغه اعلیحضرت را دوست ندارند، و با صدای بلندتر ادامه داد بلکه اعلیحضرت را میپرستند. در این موقع بود نفس هایی که در سینه ها بند آمده بود به حال خود بازگشت. ببینید ملت ایران، حالا اون آخونده می، ولی ملت ایران باور کنید، من الان یه چیز کوچولو دارم به شما میگم بعدش دیگه مرخص میشم، و اون اینی که ببینید بعد از سوء قصد نافرجام به جان محمد رضا شاه فقید توسط سرباز گارد شمس‌آبادی در 21 فروردین 1344 نگرانی شاه و ارتش از این جهت که مبادا چنین سوء قصدی در بازدیدهای مکرر شاه از واحدهای نظامی توسط سربازان یا درجه داران یا افسران تکرار شود، تصمیم گرفته شد که برای تهییج و تبلیغ شاه پرستی مبلغین و مداحانی را به سربازخانه ها بفرستند که در سخنرانی ها از مقام سلطنت و شخص شاه تعریف و تمجید بکنند. این مداحان حرفه‌ای که اغلب در این خصوص کار کشته و مجرب بودند، با سوء استفاده از اشعار شعرای بزرگ و دستکاری های نحیف از این اشعار بر این باور بودند که می توانند شاه پرستی را در بین نظامیان تقویت کنند. یکی از این مداحان، گوش کنید ببین در سخنرانی خودش چی گفت، گفت من از روح پرفتوح حافظ بزرگ اجازه می خواهم یک کلمه، حافظ جانم یک کلمه می خواهم از شعر تو رو وردارم عوض کنم. متوجه میشی؟ من میخواهم شاهنشاه آرامه را به خاطر مکنونات صادقانه قلبی خودم تغییر بدهم. مدعا سپس شعر معروف حافظ را چنین خواند: ساقی به نور باده برافروز جام ما، مطرب بزن که کار جهان شد به کام ما، ما در پیاله عکس رخ شاه دیده ایم. یار شد شاه، متوجه میشی؟ رخ یار تو حافظ دیگه. آقا این گفت ما در پیاله عکس رخ شاه دیده ایم، ای بی خبر ز لذت شرب مدام ما. آخوند راجع به شرب شراب داره میگه، اونا رو حافظ گفته، خب چیزی بهش نیست دیگه. ای بی خبر ز لذت شرب مدام ما. به این ترتیب مداح عقباز رخ یار را به رخ شاه تبدیل کرد. شنوندگان عزیزم، به خداوندی خداوند، نه رضا شاه
نه فرزندش محمد رضا شاه، نه خمینی. به خدا هیچ کدام گناه و تقصیری نداشتند و ندارند. گناهکار و مقصر اصلی چاپلوسان متملقین هستند. رضا شاه را که بالاترین خدمت را به ایران کرد با آن خاری خفت از ایران بیرون کردند. محمد رضا شاه را تا حد بزرگ خدایگان رساندند. باور میکنید آخر الامر دیدیم بر سر او و مملکت چه آمد. میدونی چرا؟ بلکه غلامان جانسار، غلامان خالزاد، اینها نمی گذاشتند این شاه یه جز واقعا تعالی سربلندی آزادی ملت چه میخواست از این حقایق موجوده با اطلاع باشه. در هر حال من دیگه باید زحمت رو کم کنم، فقط و فقط خدمتون عرض کنم که چهره بی‌نقاب حسین فاطمی را در برنامه آینده روایت خواهم کرد و فقط چند نکته بسیار ظریف و کوتاه میگم، ولی اصل اینو در برنامه آینده خواهم گفت. برای که حسین فاطمی را هیچ کس نشناخت، ولی من با ایشون در روزنامه مرد امروز همکار بودیم. بنده از روزی که وارد تهران شد تا روز که کشته شد نزدیک بودم. دکتر حسین فاطمی یکی از ده ها قلم به دستان ایرانی بود که کشته شد. من اگر حافظم یاری بکنه، اونهایی که من تو مجله شون چیز می نوشتم که کشته شدن، مثلا تهران مصفر، دهقان، مدرون، من اونجا کار میکردم، اینا رو به اسم اینا رو خواهم گفت. شنوندگان عزیزم، او بیش از همه این طایفه قلم به دستان با قلم آشنا بود. قلم کار او را به آنجا کشانید که شد شهید بزرگ نهضتی که به روزگار خود در دنیا انفجاری بزرگ آفرید. قلم او را به میدان آورد. باز قلم بود که او را به میدان تیر برد و کشته شد. مصدق می گفت قلم فاطمی به اندازه یک ارتش به ما کمک می کرد. به قول مصدق، فاطمی نهضت را چون یک سپاه یاوری می کرد. تمام این گفته همش نوشته شده، تمام اینا رو من سند دارم. دکتر مصدق می گفت اگر ملی شدن صنعت نفت خدمت بزرگی است که به مملکت و ملت ما شده، باید از آن کسی که اولین پیشنهاد را نمود سپاسگزاری کرد و آن شخص دکتر فاطمی بود. حسین فاطمی گفت ما 3 سال در این کشور خدمت کردیم، یک نفر از مخالفین خودمان را نکشتیم. من و حسین هر دو عضو هیئت تحریریه مرد امروز متعلق به محمد مسعود بودیم. زمانی که او وزیر خارجه بود، من رئیس اداره اخبار رادیو تهران بودم. در سال 1326، 67 سال قبل، شنوندگان عزیزم گوش کنید، به تاریخش توجه کنید، 1326، 67 سال قبل، ایشون در پاریس داشت روزنامه نگاری میخوند و پالیتیکال ساینس و حقوق سیاسی میخوند. از اونجا برای مرد امروز مقاله مینوشت. ببینید در اون شماره، من الان شمارهشم خدمتتون عرض میکنم، مرد امروز ایشون از پاریس چی نوشته که مسعودم برداشت صفحه اول بالای مصدر مقاله خودش گذاشت. ایشون نوشت اگر شما جن را ندیده اید، لا اله الا الله را زیر بیرق داس و چکش روس ها خواهید دید. میخواهند این جمله تو شماره روزنامه را خدمت تو هستم، اینها میخواهند ایران را ایرانستان کنند که شنیده اید پادشاه فقید بیش از 10 ها بار این جمله ایرانستان را
تکرار کرد و گل سیاه و سرخ با هم ساختند تا ایران را ایرانستان کنند. دکتر حسین فاطمی با بهای جان خود آذرگاه وطن پرستی ایران دوستی را فروزان کرد. مصدق هیچگاه ملامت نکرد، دست مایه‌ای برای عبرت از تاریخ برای ما به ارث گذاشت. فاطمی جان بر سر اعتقاد گذاشت. این دو بزرگ مرد قضایا را یکسان نمی دیدند. من ناظر بودم، ولی بر سر منافع ایران و ایرانی و حاکمیت ملی وحدت فکری داشتند. مصدق هیچگاه همونطور که عرض کردم ملامت نکرد، دستمایه‌ای برای عبرت از تاریخ برای ما به ارث گذاشت. در سال 1951، 63 سال قبل، من خبرنگار سیاسی باختر امروز بودم. من از 18 سالگی قلم زدم، اول در روزنامه اقدام متعلق به آقای خلیلی، بعد در روزنامه سیاست متعلق به آقای دانش نوبخت، بعد در روزنامه مرد امروز متعلق به محمد مسعود، سپس خبرنگار رادیو تهران در زمان حکومت کردن دکتر مصدق رئیس اداره اخبار رادیو تهران، بعدها روزنامه اطلاعات، کیهان، مجلات سبا متعلق به آقای ابوالقاسم پاینده، روزنامه آتش متعلق به میر اشرافی، ده ها مجله دیگر قلم زدم. اگر در این 70 سال به جای قلم قدم زده بودم، کاروبار و روزگارم بهتر از این بود. با شامت میگویم شمع سیاسی که در حسین فاطمی دیدم در کمتر روزنامه‌نگاری دیدم. او جوانی بازکاوت، هوشمند، روشنبین بود. در هر حال در برنامه آینده براتون تمام قلم به دستان تاریخ را که اینها واقعا روزهای بدی داشتن روایت خواهم کرد. در هر حال همونطور که عرض کردم چهره بی‌نقاب حسین فاطمی دوست دیرینم را برایتان ترسیم خواهد کرد. از صبر و شکیبایی که برای شنیدن این عرایزم داشتید سپاسگزارم، مخصوصا از آقای بهبانی. تا هفته آینده روایتی دیگر، روز و روزگارتان خوش بود.